آن رفقای گرامی، سلام عرض میکنم خدمت همگی. امیدوارم که خوب و تندرست باشید. با اجازه شما برنامه این هفته رو، برنامه یک ساعت این هفته رو شروع میکنیم. امیدوار هستم که مورد پسند واقع بشه. نظرم حضور شما که اول از همه به نظر من مهمترین مسئله که همچنان موجب نگرانی خانواده های زندانیان کارگری و معلم، همچنین فعالین کارگری و خیلی از مردم ایران هست، موضوع این اعتصاب قضایی هستش که الان در زندان های جریان داره و یکی از معلم ها و دو تن از اعضای سندیکای واحد در اعتصاب قضا هستند، که خب از همه بیشتر نگرانی متوجه وضعیت رضا شهابیه، برای اینکه 27 روزه که اعتصاب کرده، بلکه 28 روز، و میدونیم که بعد از 28 روز خب تحمل 28 روز اعتصاب خیلی سخته و حتما حتما آسیبای جدی همی وارد میکنه به هر کس که اعتصاب چنین طولانی داشته باشه. کمان که آقای شهابی در سال 89 هم که دستگیر شده بود و بعدش تو 96 باز هم آزار و اذیت خیلی شدید بود و ایشون اعتراض داشت که بی جهت بازداشت شده، کار خلافی نکرده و چون حاضر نبودن رو آزاد بکنن، دفعه اول یک اعتصاب قضایی طولانی کرد که قسمتی از سلامتش رو متاسفانه دست داد در اثر اون اعتصاب قضا، و البته بیماری های دیگه هم در زندان گرفت. در دور دوم همینطور، و این در واقع انبارم این اعتصابی که میکنه این نگرانی وجود داره که بازم این آسیبای جسمی با آقای شعبی وارد بشه. حالا در این میان خانواده هاش هم تلاش میکنن که خانواده های کلن، هم آقای شهابی، هم حسن سعیدی، هم سایر معلم های زندانی، آقای بوداغی، آقای حبیبی و بقیه دوستان تلاش میکنن که برن از حال روز همسرانشون در زندان و فرزندانشون در زندان اطلاع پیدا بکنن، ولی خب تا حالا بهشون اجازه ندادن. اجازه ندادن نگرانی رو یه مقداری بیشتر کرده در مورد وضعیت سلامتی اون تعدادی که در اعتصاب قضا به سر میبرن. امروز همین من بازم دیدم که توی به این کانال سندیکای واحد خوندم که بازم رفتن و اجازه ندادن بهشون که ملاقات بکنن. فقط گفته میشه که چند روز پیش، 3-4 روز پیش، آقای حسن سعیدی یک تماس تلفنی خیلی کوتاه داشته با خانوادهش و که معلوم شده اعتصابش ادامه داره و حالش زیاد خوب نیست. و متاسفانه این زندان و این وضعی که پیش اومده اینقدر اینها برخورد بی‌رحمانه و ناجوان مردانه و غیر انسانی هست که اصلا حد و مرز نداره. یعنی دیگه روی اون زندان های گواتمال، کجا بود اسمش آدم رفته، زندان های مخوفی رو که تو عراق و گوانتانامو اینا بود، اینا رو سفید کردن اینا دیگه. یعنی گویا میخوان توی این مسابقه هم پیروز بشن که اینها مثلا از اونها هم سر هستن توی شکنجه کردن و توی آزار و اذیت زندانی ها و زندانی کردن. که خلاصه وضع خیلی ناجوری هست الان، این نگرانی خانواده ها و البته نگرانی همه ما ها و نماینده به خصوص خانواده هاشون و فعالین کارگری، که امیدوار هستیم که این اعتراضات گسترش پیدا بکنه، هرچند که جمهوری اسلامی در واقع نیروی هستش که آب از سرش گذشته و
توجه نمیکنه به پیامدهای این اعتراضات داخلی و خارجی که علیه این اقدامات ضد انسانیش در داخل و خارج صورت میگیره. باید یه مقداری منتظر بود دید چی میشه، ولی در این حال باید راههای جدیدی رو سعی کرد پیدا کرد و تلاش رو گسترش داد، فشارها رو بیشتر کرد که بلکه موثر واقع بشن و این زندانی ها رو آزاد بکنن. اعتراضات گسترده و تحسین برانگیز و واقعا شجاعانه بازنشسته ها همچنان در این هفته در همه روزهای هفته وجود داشت. این اعتراضات البته در خیلی از شهرها وجود داشت و به خصوص بعد از اینکه اون معاون اقتصادی رئیس جمهور مخبر گویا شایع بود که یه توهینی کرده به بازنشسته ها و گفته بود اینا برای دولت نفعی ندارن، حقوقشون نباید اضافه بشه. خب وقتی که به بیرون درس کرد خیلی با عکس‌العمل تند بازنشسته هم مواجه شد. منتها این اعتراضات صرفا به خاطر صحبت‌های این مرد ابله و زورگو و مفخر نبود، بلکه به خاطر همون مطالبات بود که بازنشسته ها هر هفته و هر روز دارن براش تجمع میکنن و همون افزایش دستمزد ها، نه افزایش بازنشستگی به میزان حداقل 38% برای غیر حداقل بگیرا هست و همچنین همسان سازی و اون بیمه رایگان اینا همه سر جای خودش هست. دو الان مستشون فعلا مقدم و در همین 38% افزایش حقوق که دولت به رغمی که مجلس هم ظاهرا اون گروهی رو که برای تطبیق مصوبه دولت انتخاب کرده در مجلس و اون گروه نظر داده که رفتار دولت غیر قانونی بوده، ولی رئیس مجلس هم گویا در یک توانی ساختی پنهانی که با دولت و بقیه حکومت داره همچنان از ابلاغ این اسلام تصمیم مجلس و دادن اون 38% به حقوق بازنشستگان غیر مستمری بگیر، غیر معذرت میخوام حداقل بگیر، داره خودداری میکنه. دو تا نکته جالب که در این هفته من دیدم، یکی این بود که در این هفته عده قابل توجهی از بازنشستگان کشوری هم با همون خواست اعتراض به اون 10% دولت و خواست افزایش دست حقوق واقعی در کرمانشاه پیوستن به بازنشستگان تأمین اجتماعی. یک تحول مثبت هست و من خودم تصور میکنم، یعنی ارزیابی این هستش که تعداد بیشتری از بازنشستگان کشوری از این به بعد خواهند پیوست به این اعتراض بازنشسته، چون اونها همی در حالی که یه مقداری بعضی از گروه هاش دستمزد حقوقشون بیشتر از بازنشسته های تأمین اجتماعیه، ولی اونها هم زیر خط فقر هستند و فشار اقتصادی اجازه نمیده ساکت بشینن. بنابراین این امید وجود داره که با پیوستن بازنشستگان کشوری به اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی این مبارزه وسیع‌تر و پرقدرت‌تری بشه و هرچی هم پرقدرت‌تر بشه میتونه و زودتر بازنشسته های هم کشوری هم تامین اجتماعی رو به خواستهاشون که همون افزایش حقوق واقعی برسونه. در حال اعتراضات همچنان ادامه داره و تصور نمی کنم که نمیدونم با امتناع از قبول 38% مصوبه قانونی خودشون
یا اینکه با یه ترفندهایی مثل اینکه کمک های معیشتی میدیم، یا اینکه مثلا کمک های دیگه ای در نظر از غیر نقدی بدن، اینها بازنشسته ها رو آروم نمی کنه، چون واقعا فشار اقتصادی فوق العاده شدیده، حتی به اونهایی که حقوق های سطح بالا دارن. سطح بالا به نظر، یعنی منظورم از سطح بالا اینه که مثلا حقوق 15 تومن 15 میلیون به بالا دارن، چون الان خط فقر از 15 میلیون هم عبور کرده. بنابراین اعتراضات هم ظرفیت رشد و هم ظرفیت گسترش داره و امید هست که این کار زودتر اتفاق بیفته، که اینها بتونن به خواستهاشون برسن. و یکی از شعارهایی که در این هفته داده شد که نشون میده بازنشسته ها مصمم هستند که این مبارزه رو ادامه بدن، این بود که شعارشون، یکی از شعارهاشون گفتن که باید ایستادگی، پیروزی در ایستادگی است. پیروزی در ایستادگی یعنی تاکید بر مقاومت و ادامه مبارزه است، ایستاده ای ما تا پیروز بشویم. یکی از مهمترین اعتصابات امسال که همین وارد چهارم روز خودش شده، اعتصاب کارگرای معدن مس هست در سنگون و ورزکان، که این اعتصاب از اونجا شروع شده که کارگرا خوب یه سری مطالبات دارن، مطالبات هم بیشتر موضوعی، همون افزایش دستمزد است و قراردادهای موقت و شرکتی، چیز خواسته خیلی کاملا طبیعی هست، زیاد خواهی به هیچ وجه نیست. با توجه به اینکه دستمزدها، سطح دستمزدها در این معدن خیلی پایینه و هزینه های زندگی هم تو که خودتون مشاهده میکنید روز به روز داره بالاتر میره و امکان به اصطلاح تامین حداقل های زندگی با این مقدار دستمزدی که الان به کارگر میدن به هیچ وجه ممکن نیست. بنابراین وقتی که ممکن نباشه، خب کارگر باید بین گرسنگی و مبارزه برای افزایش دستمزد یکی رو انتخاب بکنه، که خب عقل و حکم میکنه که دومی رو انتخاب بکنه. به هر حال فرصت بهتری ممکنه براش ایجاد بکنه که دستمزدش بره بالا تا اینکه مثلا بخواد تسلیم بشه و کاری نکنه. به هر حال این کارگرا پارسال همی که اعتصاب کرده بودن، این نیروی گارد ویژه رو فرستادن سراغشون که در واقع گارد دفاع از سرمایه است و سرمایه داره، یعنی ویژگیش در اینه، ولی ویژگی دیگه نداره. گاردی هستش که علیه زحمتکشان و در خدمت سرمایه‌داران و پولداران و حاکمان است. فرستادن اونجا که حملات وحشیانه کردن در اونجا در اطراف معدن و اینها، و مثلا مجروح کردن، ضرب و شتمی کردن. زمنان قبل از اونم دوتا از کارگرها رو گرفته بودن که من شنیدم بعدا چند تای دیگر هم گرفتن، به خاطر اینکه اونها نقش ظاهرا موثری داشتن در این اعتراضات و اعتصاباتی که در اونجا در حال انجام هست و هنوز به اصطلاح اون درگیری ها ادامه داره با وجود سرکوب و حمله، ولی کارگرها نتونستن اعتصاب کارگرها رو بشکنن تا امروز و به اعتصاب اونها خاتمه بدن. این که الان دوباره تقریبا کمتر از یک سال بعد از اون اعتصاب گذشته دوباره اعتصاب میکنن، نشون میده که خب خواسته هاشون هم نرسیدن و ضمن نشون میده که کارگر اگه به خواستش نرسه دست نمیکشه و ادامه میده. و خب اون دفعه اومدن سرکوب کردن و زدن و بردن، حالا این دفعه هم فکر کردن که خب دیگه تمامه، دیگه یه ذره چشم گرفته از کارگرها، یه دیر هم اخراج کردن، الان دیگه این کارگرها اعتصاب نمی کنن. ولی دیدیم با وجود اون سرکوب خشن سال گذشته دوباره کارگرها اومدن اعتصاب کردن
و خب این نشون میده که همونطور که عرض کردم اینها نمیتونن آروم بشینن، یعنی وضعیت بهشون اجازه نمیده که آروم بشه، ولی کارگر سرش برای درد سر درد نمیکنه که بی خودی نمیاد اعتصاب بکنه، میدونه اعتصاب هم سرکوب داره، ممکنه که اخراج بشه، ممکنه زندان بیفته، همه اینا رو میدونه، ولی به رغم اینکه همه این مسئول رو میدونه بازم میاد اعتصاب میکنه، چون سبک سنگین که میکنه نزد خودش میبینه که این امکان بهتری هستش و کار سریعتری هستش که باید انجام بده. صحبت معدن شد، حالا ما یه معدن دیگه که معدن فاریاب، معدن ارزم حضور شما معدنی هستش که اجازه بدید من تولیدش رو بگم به شما. بله، معدنی هستش که الان اسم اون مواد که تولید میکنه از من یادم رفته، کرومیت، مثل اینکه معدن کرومیت هستش، و در صورت اون یگانه معدن گفته میشه در ایران هست که 70% یا بزرگترین معدن در ایران هست که 70% از نیازهای کرومیت کشور را تأمین میکنه، و یکی از موارد استفادهش این هستش که در کارخونه های ذوب فولاد و کارخونه های فولادسازی به کار میره، و اگر که این مواد تأمین نشه این کار یا باید از خارج بیاد یا این کارخونه از کار میفته، یعنی صنایع فولاد هم تحت تأثیر قرار میده. حالا 40 روز، یعنی بیش از 40 روز که این صاحب کارخونه، صاحب معدن رو تعطیل کرده و رفته. علت تعطیلش هم این بوده که این سال گذشته کارگرها اعتصاب میکنن، در اون اعتصاب خواستار این شده بودن که دستمزدشون افزایش پیدا بکنن، قراردادشون هم قراردادهای 1 ساله بشه. کارفرما اول موافقت نکرد بود، ولی دید تود بعد که سومه پرزوره و نمیتونه کاری بکنه، و ضمناً مقامات محلی هم میانجیگری کرده بودن، با میانجیگری اونا پذیرفته بود که این قرارداد 1 ساله با کارگرا ببنده، قرارداد اولی هم بسته بود، ولی حالا امسال قرارداد که تمام میشه دوباره این آقا فیلش یاد هندوستان میکنه و میگه خب شاید پیش خودش شاید فکر کرده که خب 1 سال گذشته دیگه تموم شده، شاید میره و قراردادهای 3 ماه و 6 ماه میذاره مقابل کارگرا که اینا رو امضا بکنید، و کارگرا خب امضا نمی کنن چون میدونن که مسئله امنیت شغلیشون در میونه، و این قرارداد اگه امضا با هم بکنن باید همیشه قرارداد کوتاه مدت اون دستاوردی که توی اعتصاب قبلی از دست آوردن رو باید رها کنن، و ضمناً دست کارفرما خیلی باز میشه برای اینکه هر وقت خواست از هر کارگر ناراضی رو اخراج بکنه. پس بعد این آقای کارفرما میاد و معدن رو میبنده و میره، بعد از اینکه کارگرا ظاهرا قصدش تنبیه هست، تنبیه کارگرا و مجازات دست جمعی کارگراست، به خاطر اینکه فقط حقشون رو خواستن، یعنی این کارگرا هیچی بیشتر از حقوق قانونشون نخواستن، حتی قرارداد 1 ساله هم مطابق قانون کار کمتر از حقوقی که در قانون کار تعیین شده، برای اینکه این کار یک کار مستمر و دائم هستش، بنابراین اصلا نباید قرارداد موقت با کارگر ببندن. قرارداد موقت رو فقط در دوره آزمایشی میتونن ببندن برای اینکه مثلا از اون کارگر راضیان یا نه، ولی دوره آزمایشی که تموم شد 6 ماه، وقتی که اون کارگر چه قرارداد داشت ببندن چه نبندن، عملا قرارداد دائمی محسوب میشه، یعنی کار پایدار داره. منتها اینا نه تنها اون رو رعایت نمی کنن، بلکه هم 1 سال همی رعایت نمی کنن و میخوان قرارداد کمتر از 1 سال باشه.
خب حالا مثلا یه بعضی این تصور رو میکنه اینجوری من که گویا این معدن صرف نداره، کارفرما از خدا خواسته بوده، ولی واقعیت اینطور نیست. برای اینکه ما میدونیم که کارگری که معدنی که با کارگر خیلی ارزون تأمین میشه کار میکنه و تولید میکنه استخراج میکنن نباید ضرر بکنه، و اگرم که ضرر میکرد هیچ و کارفرما کسی نمیاد سرمایه گذاری بکنه روی معدنی که سود نمیده. غیر ممکنه سرمایه دار جایی که سود براش نداشته باشه، مطمئن نباشه که سود داره، بیاد جایی رو سرمایه گذاری بکنه روش. حالا صحبت سرمایه گذاری هم که میکنم، البته سرمایه گذاری تو جمهوری اسلامی مقداری معنیش فرق میکنه، چون ما میدونیم که اینا این منابع طبیعی ما رو که در واقع متعلق به همه مردم هست به از طریق همون رابطه رانتی که دارن با این افراد، یعنی که بیشتر کسب و کار خودشون هم هستن، وابستگان حکومت هستن هر کدومشون بیه نوی، اینا رو مفت و مجانی دادن، رایگان دادن. ما در مورد هفتپه خب یه نمونه بود، در مورد عراق ماشین سازی عراق نمونه بود، در مورد اون کشت صنعت که بزرگی که بود یاد اون هستش که همین کلکو زده بودن دیگه توی آذربایجان، و خلاصه خیلی از موارد دیگه ثابت شده که اینها به زیر خیلی به زیر قیمت، اصلا به یک چندم قیمت، بعضی یک پنجم، بعضی یک چهارم، بعضی یک دهم قیمت فروخته شدن به این کسب و کار خود اینا. و اینکه مصادره سرمایه ملی و در انحصار گرفته شدن این در توسط افراد هست از طریق راند، این سرمایه گذاری که میگه یعنی اینه. حالا این سرمایه گذاری که از طریق راند و مفت و مجانی بخشی از منابع طبیعی کشور رو برمیداره به انحصار خودش در میاره با کمک حکومت، خب معلومه وقتی که میخواد مسئله حقوق کار و قانون کار و حق کارگر میاد، میخواد به همون مفتی که شرکت رو به دست آورده با کارگر رفتار کنه، یعنی هیچ قانون رو نمیخواد به پذیره، میخواد همون حالت مناسبات بردگی و بردهداری باشه که کارفرما حکم صاحب کارگر داشته باشه، هر جور خود از کارگر کار بکشه، رفتار بکنه، و کارگر هم مثلا قانونی نباشه که ازش حمایت بکنه. منظور این هستش که یه بخشی از این اعتراض همین متوجه حکومت و دولت هم هست، به خاطر اینکه بیشتر معذرت میخوام بیشتر اون مقامات محلی که میانجیگری کرده بودن و پارسال این قرارداد یک ساله رو در واقع این کارفرما امضا کرده بود، این میخواد بیه نوی به اونا هم بگه که شما حق دخالت ندارید تو کار ما و باید بذارید ما همون مناسباتی رو که خودمون میپذیریم به نفع من هست اون رو اجرا کنیم. خلاصه حالا به نظر من این معدن رو باید ازش بگیرن، خلعیت از این بابا باید صورت بگیره، و اینو بهترین حالتش این هستش که بدن به خود کارگرها تا این کارگرها به صورت تعاونی اونو اداره بکنن تا معلوم بشه که آیا معدن سود داره یا سود نداره. خب وقت اگر ثابت شد که سود نداره، وقت هم با اون آقاست که تحلیل کنه و بره خب کس دیگه بدن، ولی اگر برعکسش ثابت شد اون آقا باید اصلا هم مجازات بشه، هم این مدتی که این معدن رو تعطیل کرده که هم به اقتصاد کشور هم به دستمزد کارگر لطمه زده و به مشکل خانوادگی، مشکل معیشتی برای خانواده کارگر وجود آورده مجازات بشه. بهترین راش اینه. الان به نظر من اگر که چهار تا جا این کار وقتی که این آقایون این کار میکنن، کارگرا کارخونه رو یا معدن رو اشغال بکنن، بگن آقا ما خودمون اداره میکنیم، شما نمیتونید که چیز حقوق زیاده نمیتونیم بریم صرف نمیکنه، ما خودمون اداره میکنیم، شما بفرمایید بریم پی کارتون. وقتی که قانون مملکت رو رعایت نمیکنی، خب باید پی کارت بری به کسی که هم قانون رعایت میکنه هم میتونه اینجا رو بچرخونه.
اگر موارد چندی از این برخوردها در کشور صورت بگیره، این آقایون هم مجبور شن دست و بالشون رو جمع بکنن، برای اینکه معدن طلایی رو که سودهای هنگفتی داره براشون چیز نکنن، از دست ندن، وقت بیان تابع قانون و حقوق قانونی کارگر و حقوق انسانی کارگر رو رعایت بکنن. حالا فعلا باید ببینیم که این قضیه به کجا میکشه. فعلا حساب ادامه داره، اعتراض ادامه داره، معذرت میخوام، و ببینیم تقلیه دولت. اصلا من خوب تصور نمی کنم که حکومت بخواد لغو بکنه، ممکنه شعارشو بده ولی در عمل نمی کنه. اون کسی هم که صاحب این معدن هست معلومه خیلی پارتیش کلفته تو حکومت، که جرأت کرده شرکت رو با 1000 معدن رو با 1300 کارگر همینطوری خودش ترک بکنه و درشو ببنده و بره. مثلا این کار خلاف به اصطلاح قانون منافع ملی و منافع اجتماعی، منافع مردمه، که نباید هر کسی اومده، یعنی آقا دو قرتونیمش باقیه، مفت و مجانی معدن رو گرفته، حقوق کارگر رو نمیده، قانون رو رعایت نمیکنه، پس فروردین به این طرف هم حقوقی به کارگر نداده. بعد خودش هم تصمیم میگه، یعنی اینکه بالای دولت، بالای حکومت، بالای مردم، این خودش رو بالاتر از همه دونسته که همه اینا رو دور زده و خودش تصمیم گرفته که چیکار بکنه. یه موضوعی که بازم بی ارتباط با این مسئله منابع و در واقع منابع ملی نیستش، که منابع طبیعی و غیر طبیعی ملی نیستش که اینجوری باش رفتار میشه، مسئله هستش که در یکی از شرکت های یکی از کارخونه های تابع هفت تپه به وجود اومده. اون کارخونه گوجه فرنگیش رو به گوجه فرنگی که تولید میکنه اینها، گویا یکی از اون صاحباش یا همون اون کسایی که قبلا این شرکت هفت تپه داشتن، اومدن اعتراض کردن و شکایت کردن به دادگاه خوزستان و میخوان اون کارخونه رو پس بگیرن. یعنی هنوز اون جوهر امضای واگذاری این کارخونه به بخش دولتی چیز نشده، خوش نشده، اینا دوباره شروع به شکایت و تلاش کردن که این کارخونه رو پس بگیرن، و این کارخونه در واقع مقدمه هستش برای اینکه بتونن بقیه بخشای شرکت نیشگر هفت تپه رو ازش جدا بکنن و تیکه تیکه بکنن و پس بگیرن. و همون ها هستن، همون عوامل، همون کارفرمای سابق هستن که دارن این تلاش رو میکنن. وقتی یادمون نره که وقتی که کارگرای هفت تپه که چند سال با مبارزه و با اعتراض گسترده تونستن این شرکت رو به اصطلاح خلعیت بکنن از مالک اختلاسگر و دزد و سرکوبگر، اون خیلی خوب تصور همه تصور میکردن که خب دیگه تموم شده قضیه و دیگه این به دولت واگذار شد. حال اینکه ما میبینیم که چنین نیست و همچنان این دولت و این حکومت به خاطر اینکه خصوصی سازی در رأس سیاست های این دولت وجود داره، در رأس حکومت کلا، هر دولتی که بیاد، دولت قبلی هم همین بود دیگه، دولت قبل قبلی هم همین بود، در صدر برنامه های اقتصادی اینا قرار داره و خب از یک همچین سیاست های همچین دولتی با این سیاست ها خیلی سخته که بیاد موافقت کنه که خلعیت بکنه از یک کارخونه ای که خصوصی شده، ولی اینکه هزار یک تخلف و دزدی و غارت و اختلاس در اونجا صورت گرفته باشه. یعنی اینا ترجیح میدن چشم بر اون اختلاس رو بر اون ببندن ولی کارخونه خصوصی بمونه. و خب چرا؟ چون بستگان خودشون هستن، حالا بستگان اون یکی جناب. خب یه وقتایی هم که با هم دعوا میکنن
میخوان از چنگ هم در نمیاد در بیارن، بعدم بعض وقتا میان با هم دیگه سازش میکنن که بخشی اینا بالا بکشن یه بخشی رو اونا. هر حال الان هفت تپه با این قضیه رو به روز با خطر بازگشت. کارگرها دیروز اعتصاب کردن در این کارخونه و تجمع کرده بودند. 6 تا از نمایندهاشون هم فرستادن تهران برای مذاکره با مقامات دولتی بر سر بازگرداندن این کارخونه، یعنی مخالفتشون رو میخوان اونجا برن ابراز بکنن. و خب ما میبینیم که این آقایون اون موقع میگفتن که حقوق کارگرا رو چرا میگفتن دیر میده نمیدی، میگفتن کارخونه مثلا ورشکسته است و پول نداره و نمیدونم چه و چه. خب آقا اگه این کارخونه ورشکسته است سود نداره، تو که اون همه تلاش کرده که اینو نگه داری، حالا به هر دلیل موفق نشدی، حالا چرا برگشتی کارخونه رو که سود نداره؟ مگه مرض داری میخوای پس بگیری؟ معلوم میشه که دروغ میگن و دروغ کلکشون هم این مثل همون اون صاحب معدنه. اگر اون صاحب اون معدن هم این معدن کرومیتو وردارن بگیرن پس بدن یا دولتی بکنن یا به کارگر فرزن بدن، به صورت از نظر من مطلوب در این ازش که به صورت تعاونی به دست خود کارگرها بیفته تا اینکه دولت بگیره اونجا رو. ولی خب حالا چرا اگر اون آقا رو همین رفتار رو بکنن مثل هفت تپه، یعنی ازش پس بگیرن، خب این آقا همی وقت بعد از یه مدتی خواهیم دید که میاد با التماس کنان و پول و رشوه و رانت و اینا میده این ور اونور که بتونه این کار این معدن رو پس بگیره. برای اینکه دروغ میگن که سود نداره، سود کلان داره. سرمایه گذاری در ایران سود بسیار بسیار بالا داره، شاید از همه کشورها، از بنگلادش هم بیشتر، از پاکستان هم بیشتر، از ترکیه هم بیشتر، از همه این کشورها بیشتر. و اینا هیچ جا هم نمیتونن برن، دروغ میگن سرمایه هاشون رو میبرن. اینا سرمایه هاشون رو هر جا که ببرن هیچ جا به اندازه ایران نمیتونن سود کسب بکنن، چون هیچ جا مثل ایران اینقدر یلخی نیست که کارگر مفت باشه و بعد کارفرمایش تعهدی نداشته باشه هر کاری که دلش بخواد بکنه. اینجوری نیست. بنابراین این آقایون هم نمیرن برای که سود سعی میکنن تا اونجایی که میشه بمونن و در همین جا کاسبی کنن. سرمایه هم اگه دارن به همین جا به کار بندازن، برای اینکه خب به سودشون هست، درآمدش بیشتره. اینجوری نیست که مثلا برن ترکیه سرمایه گذاری کنن. کار خود ترکا خودشون اومده بودن در ایران سرمایه گذاری کرده بودن. حالا اگر هم این مسئله تحریم ها نباشه و این روابطی که جمهوری اسلامی روابط خارجی احمقانه، دخالتگرانه، خشونت طلبانه، زورگویانه، اینا رو اگه بذاره کنار، خیلی از این سرمایه‌دارای همین کشورهای اطراف هم میان در همین ایران سرمایه گذاری کنن برای که سودشون بیشتر هست. منظور از این حرف این هستش که بگم که این تهدید میکنن اینایی که میان معدن رو تهدید میکنن که مثلا بگن که خب اگه کارگر بخواد حقوقش رو بخواد، حق قانونش رو بخواد، ما مثلا معدن رو تهدید میکنیم میریم. غیر از اینکه زورگویی هست و ولی موقتیه، ولی نباید ترسید از اینکه مثلا گویا اون دیگه معدن تعطیل میشه. نه خیر، اینا این معدن رو با التماس برمیگردن دوباره میگیرن به شرطی که باشون برخورد سنگین بشه، یعنی اینکه ازشون بگیرن مصادره بکنن بدن به یه خود کارگرا و تا وقت اون بقیه هم دیگه حواسشون رو جمع میکنن که نباید این کارو بکنن. حالا در مورد هفت تپه هم میبینیم آقایی که میگفت سود نداره و بدبختیم و ورشکستیم و پول نداریم و چه و چه، الان برگشته شکایت کرده و میخواد مثلا این کارخونه رب و گوجه فرنگی رو پس بگیره. میدونیم که الان قیمت رب و گوجه فرنگی هم در ایران سر به فلک زده، همونطور قیمت شکر الان سر به فلک زده زیاده. اونطور من چون وقت کمه یه خبر دیگر رو که تو همین ردیف هست و از جنس همین خبرهایی که دادم و رابطه داره اینا رو مطرح میکنم و بعد در خدمتون هستم اگر صحبتی هست صحبت کنیم با هم. خبری همین هستش که
کارگران کشت و صنعت میان آب در این هفته اعتراض میان آب شوش اعتراض کردند. بازم اعتراضشون به یه نوعی از جنس همون اعتراضات معدن است و اعتراض کارگرای کارخونه هفت تپه است، برای اینکه این شرکت کشت و صنعت تا سال 96 که خصوصی نداشت نبوده و کارگرها حقوق و موزشون رو می گرفتن و توانمندی مشاغل داشتن. توانمندی مشاغلشون هر چند سال یک بار به روز می شده و یه مقداری بهبود پیدا می کرده و از حقوق و دستمزد اونها، ولی از سال 96 که این کارخونه واگذار شده این آقای مالک جدید حاضر نیست طبقه بندی رو به روز بکنه و بر اساس اون مزد و حقوق کارگرها رو تطبیق بده. خب این به غیر از اینکه یه مقداری یعنی از جلوگیری میکنه از بهبود دستمزد کارگران که قبلا اینجوری نبوده و بهبود پیدا میکرده در اثر این تغییرات به روز کردن طبقه بندی مشاغل، برای کارگرایی که میخوان بازنشسته بشن 100 نفر یا 110 نفر از کارگرای این شرکت هم الان زمان بازنشستگیشون رسیده، یه سری مشکلات ایجاد کرده و خب مثلا طبق قانون، البته این قانون بازنشستگی هم حالا تغییر دادن و اونم این هستش که باید مثل که اون 3 سال آخر رو حساب میکنن و مبنای چیز قرار میدن، مبنای حقوق بازنشستگی قرار میدن و خب توی این مدت حقوق این کارگرها این بازنشستگان افزایش پیدا نکرده بالاخره و اینا مجبور هستن که یعنی عملا با یک دستمزد پایینتری بازنشسته میشن، در نتیجه روی دست روی حقوق بازنشستگیشون اثر منفی میذاره و این سرنوشتی هستش که در انتظار بقیه کارگرها هر وقت که بخوان مثلا بازنشسته بشن وجود داره. خب الان حق سنواتشون رو مدتی بهشون ندادن، حق سنواتی این کارگرا رو، حق سنوات همین فقط اهمیتش در اینکه پولی کارگر میگیره نیست، بلکه در سابقه بیمه و سابقه کار و موقع افزایش دستمزد کارگر هم این به حساب میاد، یعنی محسوب میشه. ندادن حق سنوات در واقع یه جوری هستش که باعث این میشه که یواش یواش بعد از یه مدتی این حق رو اصلا بردارن. وقتی که شروع میکنن کارفرما به حق سنوات ندادن، معنیش این هستش که میخوان اونو قطع بکنن. خب این باعث نگرانی این کارگرا شده، کارگرایی که در این کشت سنت کار میکنن. این هم یه خبری بود بازم در رابطه با همین به اصطلاح تغییر و تفاوت رفتار بخش به اصطلاح خصوصی یا بخش همون رانتی. چون ما اصلا سرمایه‌دار بزرگ در ایران نداریم که به اصطلاح مستقل باشه و غیر از طریق غیر رانت به ثروت رسیده باشه. بعد از انقلاب اون سرمایه‌دار قبل از انقلاب که خب همه یا رفتن و یه سری سرمایه‌هاشون اینا مصادره کردن و تو همین بنیان مانده از الان دارن خودشون حالشو میبرن و میخورن، همین جماعت حاکم سهمی هم به مردم از اونا نمیماسه. ولی حالا این سرمایه دارای جدیدی که هستش بیشترشون رانتی هم و مفخور و این سرمایه هاشون از اون طریق به دست آوردن، یعنی از طریق رانت فامیلی با حکومت و قدرت. و به همین دلیل ما سرمایه داره مستقل به اون معنی که روی پای خودش باشه، سرمایه اندوخته باشه خودش از قبل نداریم. چرا؟ یه سری گروه کوچک و متوسط هستن که از قبل هم وجود داشتن بعد از انقلاب و اونها خوب ادامه دادن. اونها همین اونهاشون که به صلاح عرض زد و بند بودن، البته سرمایه هاشون بزرگ شده رشد کردن خیلی زیاد، ولی اونایی که نبودن همون در بند تو همون حال هوای پیشین هستن، تو همون لولی که قبلا بودن هستن، زیاد رشد به صلاح چیز نکردن. شما ببینید قبلا چند وقت پیش یه محاکمه دختر وزیر سابق صنعت و معدن توی چندین دولت بود، این آقا حالا اسمش هم یادم رفته،
ولی این آقا چیز نشده بود، این آقا اصلا یه کارمند آسوپاس معمولی بود وقتی که شروع کرده بود که قبل از که وزیر بشه اینا. ولی خب بعدا چندین کارخونه و چندین شرکت، بیش از 30 شرکت و کارخونه بعد موقعی که از وزارت رفت داشت. چند وقتش دخترش هم گرفته بودن به خاطر گویا مثلا در رابطه با تخلفایی که در رابطه با واردات دارو یا تولید دارو این چیزا کرده بودن، حالا دقیقا خاطرم نیست چی بود. ولی به هر حال اون آقا الان یه سرمایه خیلی کلونی به هم زده. مثلا میگن انحصار الکل سفید در ایران از اون آقاست. خب مثلا یه نمونه است دیگه، حالا این وزیر بوده بالاخره تونسته استفاده بکنه، سوء استفاده بکنه. مجاز کسای دیگه هم بودن که حالا یا وزیر بودن یا فامیل وکیل و وزیر بودن یا نماینده مجلس بودن یا غیره، رسیدن به این ثروت ها اینجوری. بنابراین این هم وضع این سرمایه دارا که میگم سرمایه گذاری کردن، در واقع این سرمایه گذار هم نبودن، اینا سرمایه ملت رو دزدیدن و از سرمایه ملت رفتن این شرکت های منابع کشور رو خریدن به قیمت مفت و حالا دو قرتونیشون هم باقی حاضر هستن حتی حقوق کارگرشون رو بدن. یعنی ببین چه اوضاع احوالی هستش. من خاتمه میدم دیگه، متاسفانه حرف برای گفتن زیاد و ولی خب دیگه فرصت کم، در خدمت هستم اگه صحبتی بود. شده برای نجات رضا شعابی و دیگر اعتصابیون در زندان چه کاری میتوان انجام داد؟ خب همین کارهایی که داره میشه، خب یه قسمتی از کار هست، یه قسمتی که از کار این هستش که تا اونجایی که میتونن این فعالین کارگری و اجتماعی حقوق بشری باید سعی کنن توجه افکار عمومی رو جلب بکنن به این مسئله، یعنی به کل مسئله زندانیان سیاسی، و از این طریق و افکار بسیج افکار عمومی و گسترش فعالیت هایی که در این زمینه مثل تجمع اعتراض نامه نویسی رجوع به نهادهای حقوق بشر و اتحادیه کارگری و خلاصه کارهایی از این دست هست. و الان یه سری خود این فعالین کارگری و خانواده ها هم دارن انجام میدن، یه سری از گروه های کارگری و معلمی هم دارن در با امکاناتی که دارن و در امکانات خودشون اینا رو منعکس میکنن انجام میدن. کاری که میشه کرد همین حد همین حد هست. خب بهترین و موثرترین کار اینه که یه اجتماعات و تظاهرات بزرگ اعتراضی برگزار بشه اگه امکانش به وجود بیاد و وجود داشته باشه. ولی به هر حال هرچی اعتراض گسترده تر بشه زودتر میتونه اثر بذاره و اینا از این وضع خلاص بشن. دیگه راه حل خیلی چیزی نیست، خیلی زیرا خاصی من نمیتونم، به نظرم نمیرسه با غیر از این چیزایی که داره انجام میشه و غیر از چیزایی که الان خدمتون عرض کردم. فرمودن حمایت ملی برای آزادی زندانیان کارگر، معلم، بازنشستگان و خانواده های زندانیان سیاسی چگونه تحقق خواهد یافت؟ حالا این چگونه تحقق خواهد یافتش بستگی داره دیگه، این بستگی داره به میزان گستر میزان و گستردگی اعتراضات و حجم اونها و به اصطلاح اینکه چه گروه هایی در اون شرکت میکنن و چقدر میتونن این گروه ها نقش داشته باشن. منظورم گروه های اجتماعی هست، نه گروه های به اصطلاح سیاسی، که میتونن تا چقدر میتونن در این نقش بازی کنن. خب برحال همه اون کسایی که وقتی که صحبت ملی میکنید حمایت ملی، خب یه خود گنگه. و اگه منظور حمایت باشه حمایت عمومی باشه، من ترجیح میدم این کلمه عمومی رو به جای ملی به کار ببرم. اگه حمایت عمومی باشه باید به اصطلاح بیشتر این جریاناتی حالا هم از حزب و نهاد مدنی و تشکل ها و غیره گرفته که اینا هر کدومشون نماد یا مثلا معرف اون گروه
اجتماعی معینی هستند، اینها با همدیگه باید سعی بکنن که دست به دست هم بدن و مشترک این مبارزه رو پیش ببرن، و چون زمینه هم داره برای اینکه همه این گروه ها مثلا هم از این نهادهای مدنی، اتحادیه‌های کارگری مثلا، حالا در همین حدی که هست، اینها همشون با این مشکل زندانی سیاسی روبرو هستن. یعنی هر کدوم از همه اینها گرفتن چند نفری رو. حالا فراتر از اون، حتی این گروه های که در داخل کشور هستن، حزبی هستن، یا این شخصیت هایی که انفرادی هستن، یا مثلا این هنرمند های سینما که همین دیشب دو تاشون رو گرفتن، کارگردان های سینما. یعنی نشون میده که از همه گروه های اجتماعی الان زندانی ما داریم، زندانی سیاسی رو داریم در زندان. بنابراین این وجه مشترکی هستش که میتونه به یک اعتراضات از جانب اعتراضات مشترکی و فعالیت های مشترکی از طرف همه اینها به انجام برسه. حالا هر کی به اصطلاح به طریق خودش و به طریق امکاناتی که داره. مثلا ما دیدیم که همین بازیگران سینما چند وقت پیش به همون شکلی که میدونستن یک به اصطلاح بیانیه دادن، همون بیانیه در رابطه با مسئله آبادان بود، متروپول بود، که تفنگت را به زمین بگذار بود. که خب درسته که در رابطه با متروپول، ولی در واقع خیلی جامع بود و همه موارد رو در بر میگرفت. مثلا اون یه روش خوب و موثری هست که میتونه تو جامعه اثر بذاره و کمک بکنه به اون مثلا اعتراض عمومی یا همون اعتراض ملی، حمایت ملی به قول شما، میتونه این کار رو بکنه. این آقایونی هم که دیشب گرفتن از کارگردان های معروف سینما، آقای آل احمد و این یکی دوستمون که فامیلیش متاسفانه یادم رفته، اینها خب در اون بیانیه، در تدوین و تهیه و گردآوری اون بیانیه، گردآوری امضای برای نقش خیلی مهمی داشتن دیگه. و معلومه که اثر کرده که رفتن سراغ اینا گرفتنشون. بنابراین اینجور حرکت ها که مؤثر است، اثر میذاره، خیلی مهمه که انجام بشه و تداوم پیدا بکنه. از جمله برای آزادی خود همین آقایونی که قبلا اعتراض کردن، حالا دایره سرکوبا به خودشون هم رسیده و دیشب گرفتنشون. بله، چگونه میتوان صندوق حمایت از اعضا از اعتصاب را اندازی کرد؟ بله، حالا این کار خیلی دشواره. یعنی این صندوق اعتصاب داره، ببینید آخه صندوق اعتصاب و در کشورهایی که اتحادیه وجود داره راحت میتونن کار بکنن، یعنی اوتوماتیک وجود داره. این معنی که این اتحادیه ها از اون درآمدهاشون، حالا چه از حق گزیده چه از سرمایه گذاری که میکنن و سودی که میبرن، معمولا یه مقداری رو که میذارن برای ذخیره، برای همون صندوق اعتصاب. ولی تو ایران چون ما اتحادیه های نیرومند نداریم الان، خب کار خیلی دشواریه. معلم ها البته تا اونجایی که من اطلاع دارم یک چیزی شبیه این دارن که فعلا در محدوده افرادی هستش که بازداشت میشن، به زندان میفتن یا شغلشون رو دست میدن، که خب این هم خیلی خودش حرکت موثر و بزرگیه که شروع کردن با این وضع، چیزای اولی است. ولی نمیتونیم اسمشو بذاریم صندوق اعتصاب. ما برای این صندوق اعتصاب بدون وجود اتحادیه ها خیلی خیلی کار دشواری رو انداختنش، و کلن همی نظر من خود نیروی کار باید این صندوق اعتصاب رو به وجود بیاره، و نه اینکه از فراز سر اون نیروی کار یک عده‌ای بخوان بیان صندوق اعتصاب تشکیل بدن. و حتما توقعی هم دارن و انتظاراتی دارن، کما اینکه در انقلاب بهمن بازاریا، حالا نمیتونیم بگیم صندوق اعتصاب، ولی کمک میکردن به اون اعتصابی که در شرکت نفت شد،
اونا بازاری بودن، پشتوانه مالی قوی داشتن و بعدم خب ما دیدیم 10 صد برابر بلکه 1000 برابر اونو گرفتن، تیغیدن از جامعه و از کارگر و از هم کارگر نفت و غیره. در حال این صندوق رو باید خود کارگرها و خود معلمها نیروی مزد بگیر خودشون در محل کارشون ایجاد کنن، و این مستلزم این هستش که خب یه اتحادیه چیزی داشته باشن. بدون اتحادیه کار سازماندهی صندوق اعتصاب اگه بگیم دشوار نی اگه بگیم خیلی دشواره، اگه بگیم ممکن نیست باید بگیم خیلی دشواره. البته که گفتم گروه های خاص مثلا بازاری ها که تو انقلاب اینا، این یه مقداری فرق میکنه با اینکه مثلا یه مردم عموما، یعنی فرزن این ایرانی که تو خارج از کشور هستن که وضع مالی بهتری دارن، یا اون ایرانی که داخل کشور هستن وضع بهتری دارن و خواهان تغییر و تحول هستن و میخوان حمایت بکنن، اینها میتونن مثلا به صورت فردی خب کمک بکنن. اونجا میشه مثلا یک صندوقی اینجوری تشکیل داد که مورد اعتماد باشه و اطمینان لازم رو بهش بکنن، و وقت اون بتونه یه مبلغ قابل توجهی برای این منظور پول جمع آوری بکنه. منتها این صندوق هم باید خیلی چیز میخواد، بودجه خیلی کلانی نیاز داره، بعدن خیلی دشوار تقسیمه، چون در کشوری که مثلا این همه اعتصاب و اعتراضات میشه مشکلاتی هم داره، این که مثلا شما به کی میخوای بدی، کی میخوای بدی، کجا میخوای بدی، کجا نمیتونی بدی، خلاصه این مسئله داره. هیچ چیز مثلا گفتنش به زبان آوردنش خیلی آسونه، ولی عمل کردن عملی کردنش خیلی خیلی دشوار. دوستان رفقای گرامی، فکر میکنم که وقت من تموم شده، 2 دقیقه هم گذشته. اگه صحبتی سوال چیزی نیست، من ضمن تشکر از حضورتون مرخص میشم. امیدوار هستم که در جلسات دیگه هم تشریف بیارید، شرکت کنید و با هم گفتگو کنیم. فعلا قربان شما، من چند لحظه صبر میکنم، اگه دیدم صحبتی نیست دیگه اجازتون میرم.